امروز میخواییم داستان دختری رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه تمام اعضای خانوادهش ترکش میکنن، یاد میگیره که تنهایی از خودش مراقبت کنه، تا اینکه یه روز پلیس اونو به اتهام قتل یکی از دوست پسرش دستگیر میکنه. اما دختره این اتهام رو رد میکنه و آخر داستان بعد از برملا شدن حقیقت، پشمای هممون رو به دست باد میسپاره. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم Where the Crawdads Sing. در ابتدای داستان دو تا مامور پلیس رو میبینیم که میان بالای سر جسد یه پسر جوون و میفهمن اون از روی یه برج دیدبانی کنار یه مرداب سقوط کرده و به خاطر همین شروع میکنن به تحقیق کردن که بفهمن کی کشتتش. بعدش میبینیم که مردم یه جورایی فکر میکنن که دختری که کنار مرداب زندگی میکنه این قتل رو انجام داده و اون دو تا مامور فوراً برای دستگیر کردنش وارد خونش میشن، اما اونو پیدا نمیکنن تا اینکه میبینیم دختر مرداب که اسمش کایاس اطراف خونش خودشو مخفی کرده. خلاصه پلیسا بعد اینکه اون اطراف رو میگردن، کایا رو میبینن و هر جوری که شده دستگیرش میکنن و میندازنش بازداشتگاه. اونجا یه مرد وکیل به نام تام به دیدنش میاد و میگه تو به خاطر قتل مردی به نام چیز دستگیر شدی و من قراره که تو دادگاه ازت دفاع کنم. اون به کایا یه کتاب در مورد صدف‌ها میده و بعدش فیلم میره به سالها قبل و میبینیم که کایا یه دختر بچه و داره کنار مرداب همراه خانوادش زندگی میکنه. اون مادر مهربونی داره، اما پدرش یه تخم سگ پلاس با آپشن زه بغله که همیشه بچه‌هاشو میزنه و با مادرشون بدرفتاری میکنه. یه روز کایا متوجه میشه که مادر مهربونش داره خونه رو ترک میکنه و مدتی بعد هم مورف برادر بزرگش و بعدش دو خواهر دیگه‌اش و آخر سر هم برادرش جودی به خاطر بدرفتاری‌های پدرشون خونه رو ترک میکنن. روزها میگذره و کایا با پدر بیشرفش سر میکنه و میبینیم یه روز اون میبرتش به مغازه مرد شریفی به نام جامپین تا وسایل مورد نیاز ماهیگیریشو ازش بخره. اونجا زن جامپین میفهمه کایا به آب نباتها نگاه میکنه و به خاطر همین موقع رفتن براش یه آب نبات میندازه تو پاکت خریداشون. کایا به سن 7 سالگی میرسه و با پای برهنه میره مدرسه، اما همکلاسیهاش مسخرهش میکنن و باعث میشن اون برای همیشه از مدرسه فرار کنه. اون بزرگ و بزرگتر میشه و یه روز پدرش بهش یه کوله هدیه میده که یه دفعه پستچی میرسه اونجا و از طرف مادرش براشون یه نامه میاد. اما اون مرتیکه بی همه چیز بعد از خوندن نامه مادر کایا با فندک آتیشش میزنه و به کایا میگه مادرت دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. این حقیقت نداره. بابا هر چیزی که به مامان مربوط میشد سوزوند. تا اینکه یه روز اون رفت که رفت. مدت‌ها میگذره و دختره که داستان ما یاد میگیره که از مرداب صدف جمع کنه و اونا رو برای ادامه زندگیش به آقای جامپی بفروشه و اونا هم که شرایط کایا رو میدونن تمام سعیشون رو میکنن که بهش کمک کنن و میبینیم پاشو اندازه میگیرن و براش از کلیسا یه جفت کفش جور میکنن تا دیگه با پای برهنه راه نره. بعدش میریم به 10 سال بعد و میبینیم کایا تبدیل به یه دختر جوان شده و هنوزم داره به تنهایی و به همون شیوه همیشگیش به زندگیش کنار اون مرداب ادامه میده. اون یه روز به یه پسر به نام تیت برخورد میکنه که اهل همون اطرافه و بعد اینکه تیت میفهمه که کایا سواد خوندن نوشتن نداره، پیشنهاد میده که بهش خوندن نوشتن یاد بده و میبینیم کایا هم قبول میکنه و مدتی بعد تیت موفق میشه که بهش خوندن نوشتن رو یاد بده، تا اینکه اونا یه جورایی به هم علاقمند میشن و برای مدت‌ها به شکلی کاملا عاشقانه کیس و فلششون رو با هم به اشتراک میذارن. اما داستان همینجا تموم نمیشه، چون تیت دانشگاه قبول شده و میخواد از اونجا بره تا درسشو بخونه، اما کایا از این موضوع ناراحت میشه. خلاصه شب قبل از رفتن تیت به دانشگاه اون میاد پیش کایا و روز بعد قبل از رفتنش به کایا یه لیست از چند تا ناشر میده تا یه نسخه از کتابشو براشون بفرسته. اما اون روز تیت به کایا قول میده که یک ماه دیگه برمیگرده و با هم کنار دریا به آتش بازی ها نگاه میکنن. روزها میگذره و کایا با عشق تیت سر میکنه، تا اینکه میبینیم قبل از برگشتنش تیپ میزنه و میره کنار دریا تا موقع رسیدنش ازش استقبال کنه.
کایا دلش میشکنه و شروع میکنه به گریه کردن، چون اون عشق بیشرفش سر کارش گذاشته و به خاطر همین اون سعی میکنه با این موضوع کنار بیاد و عشقشو به تیت فراموش کنه. 5 سال بعد میبینیم کایا با یه پسر دیگه به نام چیس آشنا میشه و کم کم به اون پسر دل میده و یه روز چیس اونو میبره روی یه برج دیدبانی که بهش منظری مردابو از بالا نشون بده. خلاصه یه روز کایا تصمیم میگیره که یه نسخه از کتابشو برای چند تا ناشر بفرسته و میبینیم اونا کتابشو قبول میکنن و باهاش قرارداد میبندن. بعدش کایا برای چیس از یه صدف یه گردنبند درست میکنه و میندازتش گردنش که برای همیشه نشونه عشقشون باشه. مدتی بعد میبینیم تیت برگشته و وقتی میفهمه چیس با کایا دوست شده باهاش درگیر میشه و همون شب میره در خونه کایا، اما کایا بهش میگه با چه رویی برگشتی آلت فیس؟ تیت هم به گوه خوردن میفته و به خاطر نامردی که در حقش کرده ازش معذرت خواهی میکنه و میگه الان دارم نزدیک شهر توی آزمایشگاه کار میکنم و مطمئنن ازش خوشت میاد. الان چی میخوای تیت؟ یعنی هیچ راهی نیست که بتونی منو ببخشی کایا؟ لطفا. نمیدونم چطور میشه. کایا به خاطر رابطه و قول ازدواجی که دوست پسرش چیس بهش داده تیتو پس میزنه، اما خیلی زود میفهمه که چیس هم بهش دروغ گفته، چون مدت هاست که با یه دختر دیگه نامزد کرده و اون بعد از فهمیدن این موضوع دوباره دلش میشکنه و شروع میکنه به گریه کردن. یکم بعد چیس میاد سمت خونش، اما اون خودشو ازش مخفی میکنه چون دیگه نمیخواد فرم نحسشو ببینه. مدتی بعد ناشر کتاب کایا رو چاپ میکنه و براش یه چک میفرسته و ما میفهمیم جودی برادر کایا موفق شده از تاریخ کتابش پیداش کنه و میبینیم اون یه ارتشیه و به کایا خبر میده که مادرشون مرده، اما از برادر و خواهرهای دیگهشون هیچ خبری نداره. روزهای بعد اون سعی میکنه خودش رو از چیس دور نگه داره، اما اون تخم خر کایا رو تو جنگل میگیره و کتکش میزنه تا اینکه کایا با یه سنگ میزنه تو سرش و بعد اینکه چند تا لگد نثارش میکنه موفق میشه از دستش فرار کنه. اون به خاطر ترس از چیس خودش رو مخفی میکنه، اما اون ولکنش نیست و میره خونش رو به هم میریزه تا اینکه یه شب کایا براش کمین میکنه، اما میفهمه که تیت داره میاد اونجا و میبینیم اونا دوباره به هم نزدیک میشن و رابطه ای که 5 سال پیش داشتن رو دوباره ادامه میدن. بعدش میریم به مدتی بعد و میرسیم به داستان قتل پسری که اول فیلم دیدیم و میفهمیم اون چیس بوده و به خاطر همین کایا دستگیر شده و داره تو دادگاه محاکمه میشه. اون این اتهامو قبول نداره و وکیلش آقای تام حسابی ازش دفاع میکنه تا اینکه در نهایت دادگاه هم رأی به آزادیش میده و از زندان آزادش میکنه. کایا بعد از آزادیش سند تکبرگ سوراخشو تا آخر عمر به نام تیت میزنه تا اینکه جفتشون پیر میشه و میبینیم یه روز کایا مادرش رو کنار مرداب میبینه و یاد دوران کودکی و جوانی خودش میفته و اینجاست که ما و تیت میفهمیم که کایا از دنیا رفته. آخر داستان هم میبینیم که تیت موقع ورق زدن کتابای کایا چشمش به یه نقاشی از چیس میفته و بعدش گردنبند صدفیشو پیدا میکنه و همین نشون میده که سالها قبل کایا چیس رو کشته تا از شر مزاحمتاش خلاص بشه و نتیجه میگیریم هیچ وقت یه دختر رو اذیت نکنین، چون خودش بیشتر از آهش میتونه کونتون رو پاره کنه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.